وزیر خارجه ایرلند. ایرلند و اتحادیه اروپا مصمم هستند یک راه حل بلند مدت صلح‌آمیز برای مشکلات ساکنان اشرف بیابند. وزیر خارجه ایرلند در پاسخ به سؤال پارلمانی: من از تجدید فراخوان چند باره اتحادیه اروپا به دولت عراق برای خودداری از استفاده از خشونت و احترام کامل برای حقوق انسانی ساکنان اشرف و از یک تحقیقات جامع و مستقل حول وقایع 8 آوریل حمایت می کنم. ایرلند و شرکایش در اتحادیه اروپا با مؤسسات و شرکای بین المللی کار خواهد کرد و به طور همزمان از دولت عراق می خواهد که دسترسی ناظران بین المللی را فراهم کند، خیشتنداری کند و به دنبال یک راه حل صلح‌آمیز و با دوام باشد. در پاسخ به سؤال پارلمانی آقای جان اوماهونی، نماینده مجلس ایرلند، که می‌پرسد با توجه به اینکه در تاریخ 8 آوریل 2011 در کمپ اشرف به خاطر لغو حفاظت نظامی آمریکا 36 شهروند بیگناه ایرانی شامل 8 زن کشته و 350 تن به دست نیروهای عراقی زخمی شدند، ایرلند چه اقدامی در شورای وزیران اتحادیه اروپا به عمل می آورد؟ آقای ایمون گیلمور وزیر خارجه ایرلند اعلام کرد: من در پاسخ به سوالهای قبلی نگرانی عمیق خود را نسبت به گزارش‌های اخیر در رابطه با استفاده از زور علیه ساکنان اشرف که منجر به از دست دادن جانها شده است کاملا روشن ساختم و با استفاده از این فرصت تکرار می‌کنم که ایرلند و اتحادیه اروپا مصمم هستند یک راه حل بلند مدت صلح‌آمیز برای مشکلات ساکنان کمپ اشرف بیابند. شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا وضعیت کمپ اشرف را در 23 می مورد بحث قرار داد و بر لزوم رعایت حقوق بشر تأکید کرد. من کاملا از این نظریه که در شورای وزیران به طور وسیع وجود دارد که ما باید با سازمان ملل، من جمله کمیسر عالی حقوق بشر و به خصوص با دولت آمریکا برای یافتن یک راه حل با دوام کار کنیم دفاع می کنم. بارونس اشتون در شورای وزیران تصریح کرد که ملاحظات بیشتری حول این مسئله پیچیده لازم است و اینکه گفتگوی دیگری در اجلاس آتی شورای وزیران ممکن است صورت بگیرد که ما قطعا از آن استقبال می کنیم. بارونس اشتون موضع اتحادیه اروپا را خیلی واضح از جمله در یک بیانیه قوی در محکومیت خشونت اخیر علیه اشرف بیان کرده و این موضع را به صورت مکتوب و همچنین به صورت تلفنی به وزیر خارجه عراق زیباری اعلام کرده است. من به خصوص از تجدید فراخوان چند باره اتحادیه اروپا به دولت عراق برای خودداری از استفاده از خشونت و احترام کامل به حقوق انسانی ساکنان اشرف توسط بارونس اشتون حمایت می کنم. من همچنین قویاً از فراخوان او برای یک تحقیقات جامع و مستقل حول وقایع 8 آوریل حمایت می کنم. دولت ایرلند همراه با سایر شرکای خود در اتحادیه اروپا به حمایت از فرستادن پیام‌های روشن به مقامات عراقی ادامه می‌دهد و تصریح می‌کند که اگرچه هیچ راه حل ساده‌ای برای وضعیت کمپ اشرف وجود ندارد، اما به کارگیری زور در هر حال مجاز نیست. حق حاکمیت عراق محترم شمرده می‌شود، اما حقوق انسانی ساکنان کمپ اشرف نیز باید محترم شمرده شود و دولت عراق باید مسئولیت کامل حصول اطمینان از حفاظت همه کسانی که
در داخل مرزهایش سکونت دارند را بپذیرد. در تلاش برای یافتن یک راه حل، دولت ایرلند و شرکایش در اتحادیه اروپا با مؤسسات و شرکای بین‌المللی کار خواهند کرد و به طور همزمان از دولت عراق می‌خواهند که دسترسی ناظران بین‌المللی به اشرف را فراهم کند، خیشتنداری کند و به دنبال یک راه حل صلح‌آمیز و با دوام باشد.